اشاره میخورم، ربطی به تحریم نداره، به ضعف مدیریت داره، به غرب گرایی داره، به باور به غرب داره. بابا این ملت آمریکا رو انداخت بیرون. انگلیسی که 100 نفر جمع میشه جلوی دانشگاه امیرکبیر، سفیر کبیرش میاد صحنه گردون تظاهرات برای براندازی نظام میشه. بابا این اروپا یا آمریکا یا چون سقشون رو شیطان برداشته، به نابودی این ملت و اسلام و انقلاب متعهدن. هر احمقی تو این مملکت فکر کنه که در رابطه با آمریکا میشه مشکل نگش حل کرد، او بره به حسی و ماهیت و فکر خودش شک کنه. لذا خیانت کردید، حالا برنامه تلویزیون رو ببندید که به گوش مردم نرسه. یک بعد تلویزیون رو ببندی، بعد رئیس صدا و سیما رو صدا کرده رئیس جمهور اینجوری که تو خبرها گفتن، گفته ما بسته در مورد دولت میدیم پخش کن. یعنی ما فیلمبرداری میکنیم، میگه رئیس جمهور میزنه گفت، وزیر فلان اینو گفت، وزیر بهمان اینو گفت، تو تلویزیون فقط پخش کن. چرا؟ چون ما دیگه به ته خط رسیدیم. برجام هم که صعود کرده، این باغ گلابیش هم تو این رعد و برقایی که زده شد و جنگل ها توی استرالیا سوخت، این مزرعه برجام و گلابی ما هم سوخت، دیگه میوه گلابی برجام رو مردم بخوابن ببینن. لذا ما باید چیکار کنیم؟ چلو اینا رو بگیریم، نذاریم که تلویزیون برن به مردم بگن برجام تموم شد و مکانیزم ماشه و اروپا هم برجام رو نابود کرد. خب توی فضا سایبر چیکار کنیم؟ حسابای توییتریشون رو ببندیم، پیج اینستاگرامشون رو ببندیم، توی کانالای تلگرام هم اینا رو چرا مرگ تدریجی کنیم، هر روز درصدی از ممبراشون بریزه، فضای سایبر رو بهشون ببندیم، تلویزیون هم ببندیم. تو مسجدا و دانشگاه کیا میرن حرف میزنن؟ این امثال عباسی اینا. آقای دستگاه اطلاعاتی اینا رو بگیر خفه کن ببند. خودتو مسخره نکن آقای باشی، خودت و رئیستو مسخره نکن. به رایف تور توییت زدم گفتم ولکن دهن به دهن بچه‌هاش، بگو بره بزرگترشو بگه بیاد.